با اشکان صفایی از اورشلیم همراه میشیم برای پرداختن به بیشتر به ماجرای قتل شش گروگان اسرائیلی به دست نیروهای حماس، همینطور واکنش هایی که این اتفاق به دنبال داشته. خب این شش گروگان در واقع اجسادشون دیروز در تونلی در شهر رفح پیدا شد و به اسرائیل آورده شد. به نوشته وبسایت خبری واینت، آن چیزی که تا الان بررسی های کالبد شکافی در اسرائیل نشون میده این هست که در بدن تمام اونها آثار گلوله هست، از جمله در سر اونها به نظر میاد که در واقع به نوعی به اونها تیر خلاص زدن و اونها رو کشتند گروگانگیرها، اما آثار شکنجه به اون شکل گفته شده در بدنشون دیده نشده، شکنجه ای که مربوط به هفته ها یا روزهای اخیر باشه. این در حالی هست که گفته شده که آثار بیتوجهی به اونها دیده شده، از جمله جراحاتی که از قبل داشتن. مثلا گفته شده بود که هرش گولدبرگ یک دستش قطع شده در همون زمان که او رو به گروگان گرفتند، به آثار این دیده شده که به این جراحات اونها بیتوجهی شده. یک نکته‌ای که باید گفت این هست که تقریبا نیمی، بیش از نیمی از این شش گروگان، 3 یا 4 نفر اونها در اون فهرستی قرار می گرفتند که اگر که توافقی صورت می گرفت در هفته های گذشته با حماس، اونها در همون گروه اولی بودند که میبایستی آزاد میشدند، در همون مرحله اول میبایستی که آزاد میشدند. و همین موضوع هم باعث شده که خشم بسیاری از افراد در اسرائیل در واقع به جوش بیاد. قرار هست در واقع که امروز خانواده های گروگان ها، اون در واقع اون از انجمنی که دارن، انجمن خانواده های گروگان ها، با رئیس سندیکاهای اسرائیل دیدار کنند. این انجمن خانواده های گروگان ها که حتی باید گفت در کنار اون یک انجمن کوچکتر دیگری هم هست که عمدتا مربوط میشه به خانواده های راستگراتر گروگان ها، اما این انجمن اصلی خواهان این شده که نه تنها عصر امروز امشب ساعت 7 شب به وقت محلی همه مردم در تظاهرات اعتراضی در تل آویو شرکت بکنن، بلکه خواهان اعتصاب گسترده و سراسری در اسرائیل برای فردا هم شده، برای اینکه بتونند دولت رو، نتانیاهو رو متقاعد بکنن که با هر شرطی که وجود داره کنار بیاد و به توافق برسه با حماس که باقی گروگان ها بتونن آزاد بشن. تا الان شمار بالایی از شرکت های بزرگ اسرائیلی گفتند که از این اعتصاب فردا حمایت میکنند. شهرداری های اسرائیل هم، 2 تای اونها در همین دقایق گذشته اعلام کردند که در اعتصاب فردا شرکت خواهند کرد. حالا باید دید که آیا عصر امروز بعد از این دیدار سندیکای کارگران و کارمندان اسرائیل هم با این به این اعتصاب خواهد پیوست یا نه. متشکرم. اشکان صفایی، اورشلیم.